دوست از ما به کمال و شمول و ابدیت دین باور داره. قرآن برای پیغمبر میگه و انحکم بما انزل الله الیک، تو به آنچه که به تو دستور داده میشد به او فیصله کن. در عقیده ما تو همونطور است که خدا خالق و مالک و متصرف و معبود ما شما هست، خالق و مالک کل کائنات است. پس از خود ما یک بار پرسند بکنیم که ما تو یک خانه بسیار خورترک داریم که تو متر میشه، 12 در 15 متر، 12 در 20 متر، و به او یک دروازه شاندیم که هیچ کس اجازه نمیتیم بدون از او دروازه وارد شود و باید دخل باب بکنه و اجازه بخواهد. بعد در خانه که ما میخوایم او نفر باید بشینه، نه به آزادی خودش. اگر کسی اما تو بیا، او را دزد میگیم و جزا برش میتیم. اگه از خود ما پرسان بکنیم که چرا همی حق بر خودت دادی، در جواب میگی من مالک از این خانه است و حق تصرف و حق نصب قوانین و من و ای را من دارم. چی جالب است که خانم در حقیقت با واقعیتش خواه از من نیست، ما به ملک مجازی را گرفتیم. خدای ما، رب ما، خالق و مالک و متصرف کل کائنات است. چه احمقانه خواهد بود که رب العالمین را متقاعد بکنیم اعاذن الله و بگویم تو در جایت بشین، این ملکیت از ماست، هر رقم که خواسته باشم نظام را بچلم. این از نظر عقل مردود است. دو، چقدر ظالمانه خواهد بود که سیکولارا میگن که نماز صحیح است و بخوان، روزه بخوان، ده ای چیزت نمیگوید. آلی امی نماز چرا بخوانم؟ وی میگه خدا گفته که بخوان. خب امو خدا به ما میرم گفته که شراب من است، امو خدا به ما گفته که زنا من است، امو خدا به ما گفته دروغ من است، امو خدا به ما گفته که اینی کار نکن. اگر ای تو کردی این تو جزایت است، اگر ای تو کردی این تو جزایت است. پس در اینجا میپذیری، در اینجا نمیپذیری. خب دو حالت داره، یا دروغ میگی، بی دین هستی، سر نمازش هم منکر هستی، سر روزش هم منکر هستی، سر حجش هم منکر هستی، اما تو که سر شراب و سر چیزایش هم منکر هستی. پس سیکولاریزم استاد این قضیه را کسی مطرح میکنه که دین ندارد، معتقد به دین نیست. ما با سیکولارا اعتقاد و باور بیدانیم که مسلمان نیستن، یه عقیده ماست. یکیست که ما میخوایم مسلمان باشیم ولی زمینه باید مساعد بکنیم به تطبیق اجرای حکم شرعی. اسلام را ساتول قرار ندیم که در فرق مردم زده بریم، یک نظام استبدادی را جور بکنیم باز نامش اسلام بانیم، بلکه سرزی باید بیندیشیم، فکر باید بکنیم. وقتی میگم اسلام قانون است، بس قانون مشکل حل باید کند، آسان باید حلش کنه، ارزان باید حلش بکند و رشد و تعالیه جامعه را باید ضمانت کند. سرزی باید فکر کنیم. پس استبداد هم دین نیست، ظلم و اشحاف هم دین نیست. اما تو باور ما است که ما کاندید به رهبری دنیا و بشریت هستیم. پس وقتی که کاندید هستی برای رهبری، در تو چی ظرفیت ها باید باشد؟ جاهل میتونه که کاندید به رهبری شود؟ بی‌سواد میتونه که رهبری کاندید بکند؟ پس تو در خود ظرفیت را ایجاد بکو، توانایی را ایجاد بکو، قیادت را، ظرفیت قیادت را ایجاد بکو تا بتونی قیادت بکنی. بنابراین دین ما قانون ماست و قانون ما منهج حیات ماست و ما هیچ وقت اسلام را سیاست و سیاست را اسلام جدا نمی کنیم و خدا به ما میرفت دستور داده که ان الدین عند الله الاسلام، دین پذیرفته شده نزد خدا اسلام است. هر کسی که به غیر از اسلام دین را برگزیند فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین.